خیلی خب، من این ویدیو رو میخواستم به شما نشون بدم که یاد بگیریم که آمار و اینا رو خوندنش رو با همین مقدار یاد بگیریم. خب این چیز خیلی ساده است و فکر کنم اکثر کسایی که مثلا آمار میخونن اینو بدونن، برای اینکه خیلی چیز واضحیه، ولی مثل که امید دانا نمیدونه. اگر نمیدونین اشکال نداره ها، میتونیم با هم یاد بگیریم. خب این من دبل سپیدش هم بردارم برای اینکه شما. خیلی خب آها، این صداشو انمیت کنم که بشنوید. اهداف هیبریدی و در حقیقت اهداف گسترده ای رو در حوزه های جنگ روانی نه. و شاید نه. آمریکا نه، در حقیقت باید بگی دولت ایران اینقدر عصبیه خیلی واژه رو اشتباه میگه. آمریکاییه. یهو من ترسیدم گفتم بکیارد گاردن ما، یعنی حیات پشتی ما. گفت نه نه، منظورم اینه که ما اجازه نمیدیم که در حیات خلوت ما کاری بکنن. من عادت ندارم. خندیدم گفتم یعنی چی؟ من وقتی 12 تا پلیس دورم جمع میشن فقط منتظرم یا منو شکنجه بکنن یا منو دستگیر بکنن یا یه باتون بزنن تو سرم یا منو بکشن. من عادت ندارم پلیس ببینم که بیان از من حفاظت بکنن. من این صحبت خانم مسیح علی نژاد رو خیلی درک میکنم، چون تو کانادا من چند بار که به پلیس زنگ زدم اومدن خیلی احساس میکردم یه بادیگارد مجانی دارم، همینجور دنبال فرصت میگشتم به پلیس زنگ بزنم، چون دو سه بار که به پلیس زنگ زدم اقد تجربه خوبی بود که من گفتم که من منتظر بودم یه اتفاق بعد یه جا بیافته که بتونم زنگ بزنم به پلیس. رو کسی خلاف نه، ولی خب تجربه خیلی خوبی بود. توی ونکوور من وقتی که یه دفعه دیدم دوتا دوست پسر دوست دختر با هم دارن دعوا میکنن، دعواش خیلی شدید شد، سریع زنگ زدم پلیس، 6 تا ماشین پلیس اومد، اقل حال کردم. ولی خب آره، آخه من تو ایرانم یه بار، من به خاطر اینکه توی با ماشین با یه دختر بودم تو ایرانم یه بار دستگیر شدم، کلا از پلیس ترس داشتم. بعد تو کانادا اومدم ترسم، یعنی کاملا تجربه‌ام کاملا عوض شد با پلیس. تحقیر کردن پلیس آمریکا، من حالا نمیخوام جورج فلوید رو بگم، چیزایی که میدونیم و بگم یا آ جورج فلوید، این چیزایی که دم دستی هممون میدونیم. آمار رسمی آمریکا، آمار رسمی که من اعتقادی به این آمار رسمی ندارم، میگم چرا، ولی الان آمار رسمی آمریکا رو آمار رسمی اعتقاد نداره. ولی خب اگه آمار بهتری، اگه آماری داشت که حرفش بهتر نشون میداد نشون میداد، ولی این آمار بیشتر به قرار از این پیدا نتونسته کنه. دارم جدولش رو بهتون نشون میدم. این جدول داره به ما میگه که در 5 سالی که در سال 2017 18 19 و در سال 2020 نزدیک به 1000 نفر در سال، یعنی 4000 نفر توسط پلیس گوگلی مگولی که 12 تا 12 تا میرن از این برچه توالت ما در حقیقت محافظت بکنن انسانها رو در این زمانهایی که گفتن ایست و غیره، شهروندان آمریکایی رو به ضرب گلوله کشتن. پلیس گوگلی آمریکا آخه آماره عزیزم. ببین ما نمیخوایم حرفای پاپولیستی بزنیم، که من این آمارم قبول ندارم، ما آمار رسمی آمریکاست، چون تو آمار رسمی 1000 تا بامبول در میارن که تقلیل بهش بدن. شما که با تقلیل سازی که آشنایی دارید، تقلیل سازی میکنن، در حالی که رسانه های مستقلتر و افرادی که زاویه دارن با دولت آمریکا آماری که میدن سالی 1000 تا نیست، حتی به سالی 3000 تا میرسه. خب کونه چرا اونا رو نمیدی؟ آماری کی هست؟ منبع چیه؟ همینم که نشون میدی از منبعت هم بگو. خب ببین خیلی ها اینا هر حرفی که میتونن بزنن، ببین خودش خیلی مثلا مسخره میکنه، مثلا میگن که کشته های آبان هر کسی که بر اساس آمار میگه که خب شما که از کجا میگی اینا رو، خودتون دارین میسازین. اینم خودش هیچ منبعی نمیده، میگه که آمار رسمی، ببین آمارای رسمی میگه که اینا رو ساختن. اولا که کسایی که این آمارا رو میدن اصلا خیلی جالبه، فکر میکنن که مثلا تو آمریکا همه با هم متحدن که مثلا آمریکا رو خوب نشون بدن، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. شما اکثر رسانه های آمریکا رو اگه نگاه بکنید اصلا انگیزه شون اینه که یه خبر بد و هرچی بتونن بیشتر روش تمرکز بکنن برای بیننده ها تو آمریکا، برای جمع آوری بیننده تو آمریکا اصلا بهتره. خب کسایی که آمار جمع میکنن و آمارا رو رپورت میکنن،
اینا اصلا کارشون تبلیغ دولت آمریکا نیست که بخوان اصلا انگیزه داشته باشن بیان اینا رو نشون بدن که این آمارا مثلا غلطه. خیلی از این منبع‌های مثلا خیلی معتبر که این آمارا رو میدن، اینا منبع‌هایی هستن که تمام دانشگاه‌های آکادمیک به قبولشون دارن، ازش استفاده میکنن، این اطلاعات رو بررسی میکنن و هیچ کدوم از این مرکزهای فکری اصلا شما نگاه بکنین کارهایی که مثلا بررسیهایی که میکنن، ارزیابیهایی که دارن، اصلا کارشون تبلیغ دولت آمریکا نیست. اتفاقا بر اساس خود خیلی از معیارهای خودشون آمریکا مثلا تو خیلی چیزا عقبه. خب مثلا توی آموزش و پرورش از خیلی کشورهای دیگه عقبه، از از لحاظ مثلا کیفیت زندگی از خیلی کشورهای دیگه عقبه، از کشورهای مثلا صنعتی جهان آمریکا از خیلی عقبه. و همه این آمارا اینو نشون میده. بررسی‌های دانشگاه‌های معتبری هم که از این آمار استفاده می‌کنه، اگه نتیجه‌اش رو نگاه بکنین می‌بینین که اصلا اگه کارشون تبلیغ دولت آمریکا باشه که همه‌شون دارن کارشون رو افتضاح انجام میدن، برای اینکه دقیقاً برعکس اون رو تو خیلی چیزا نشون میدن. ولی این نه، این فقط باید بیاد امید دانه عدد دوستان عدد بنزه کافی بالا نیست، فقط باید بیاد بگه، باید بگه خب این گفته مثلا سالی 1000 تا، ولی خب کسای دیگه خب یه کسای دیگه میگن 3000 تاست. خب کو از کجا هم بگو، فقط بگو بنداز وسط عدد. هیچ کس خب چرا میگی سه؟ خب بگم من استدلال خودش رو استفاده میکنم. این آمار رسمی میگه 1000 تا، امید همینجوری میگه کسای دیگه گفتن 3000 تا. خب چرا میگی 3000 تا؟ بگو 30000 تا. بگو 50000 تا. بگو 50000 تا. خب همین روش حرف خودش علی خودش من استفاده میکنم. تو اگه همینجوری میخوای الکی آمار بندازی وسط بدون منبع، بدون هیچ دلیلی بگی خب اینا کمه، آمار رسمی رو قبول نداری، خب چرا میگی 3000 تا؟ کسی که جلوت نگرفته بگو 30000 تا. آره کیا اونا؟ سوزانا برام یه انفورمیشن هم درباره همین چیز الان رسیده. آره خیلی خوب، حالا من یه چیز دیگه نشونتون میدم. ببینم تو لایف چت کسی گفت چیزی داره میگه. خب ادامه بدیم. سالی 3000 شهروند آمریکایی توسط پلیس آمریکا کشته میشه. من میگم آمار غیر رسمی افرادی مثل من هستن. حالا بالاخره زاویه دارن با من، بالاخره سو دارم، سمت سو دارم. آمار غیر رسمی کیه اصلا؟ کی دلیل اینکه ما قبول کنیم که اصلا همین؟ ببین حتی آمار رسمی تام بگو کی گفته. خب سمت و سوی من منافع ملی ایرانه، با آمریکا مشکل دارم برای اینکه میخواد منافع ملی کشور منو مخدوش کنه. من میگم که من مقرضم. اینا با چقدر توهمی دارن. اینا فکر میکنن که مثلا ببینی اینا تجربهشون با جمهوری اسلامی اینه که مثلا تو جمهوری اسلامی اگه نگاه کنیم مثلا صدا و سیما و همه رسانه‌های دیگه و روزنامه و رادیو و اینا همه باید یه جوری حرفشون با اگه جمهوری اسلامی اگه خیلی دور بشه اینا رو میبندن. برای همین همه باید یک دست با هم یه جور، یعنی هدف حداقل اینه که همه رسانه‌ها یک دست با هم یه چیزی رو بگن و تبلیغات جمهوری اسلامی رو بکنن. خب در صورتی که تو آمریکا که اینجوری نیست. این میگه که نه، خب هدف آمریکا، انگار آمریکا الان همه رسانه‌ها و همه کسا همه‌شون هدفشون تبلیغ دولت آمریکا است، همه هم یه جوری می‌خوان صحبت بکنن که اصلا آمریکا رو مثلا کشور خوبی جلوه بدن. اصلا اینطوری نیست. خیلی جالبه، من مثلا کسایی رو میشناسم که همچین تصوری داشتن تو خانواده خودم، خب که مثلا فکر میکنن که مثلا رسانه‌های آمریکا، هالیوود، اینا اصلا مثل ایران مثلا این سریال پایتخت و این چیزا همشون اینا هدف اینه تبلیغ فرهنگ آمریکاست، تبلیغ دولت آمریکاست. بعد از من میپرسیدن که مثلا اینا خیلی یک سریال تو آمریکا نگاه کرده بودن اسمش چی بود؟ House of Cards، که مثلا خیلی دولت آمریکا رو مثلا یه سریال آمریکایی است که دولت آمریکا رو مثلا خیلی بد جلوه میده. اینا از من میپرسیدن که خب چرا میذارن یه همچین سریالی؟ چجوریه؟ اصلا برایشون خیلی عجیب بود که چجوری یه همچین سریالی که انقدر دولت آمریکا رو بد جلوه میده مثلا تو آمریکا دارن میسازن. میگه مگه خب اینا مگه آمریکاییان چرا همچین فیلمی دارن درست میکنن؟
من میگم شما همین تصورتون به خاطر اینکه جمهوری اسلامیه فکر میکنین که مثلا همه فیلم ها و سریال ها و اینا و همه دانشگاه ها و تمام این کارهای پژوهشی و کارهای مثلا تحقیقی که میشه همشون با هم یکی هم با دولت آمریکا که مثلا تبلیغ دولت آمریکا بشه، یک همچین تفکری اگه داشته باشین تو آمریکا اصلا خیلی سطحیه، خیلی سطحیه. ببینید همین مثالی هم که زد درباره جورج فلوید و اینا، تمام رسانه‌های آمریکا، تمام معروف‌ترین رسانه‌های آمریکا به غیر از فاکس، خب سی ان ان و ام اس ان بی سی و تمام دانشگاه‌ها اصلا افتادن علی دولت. همین الانش هم که بایدن اومده هنوز هم همه این رسانه ها مثلا همش علیهشن، هر کاری میکنه میخوان بیان بگن که این کار چرا بد بوده، اون کار چرا بد بوده. یعنی اصلا به این شکلی نیست که بیان همه تشویق بکنن که دولت آمریکا بهترین دولته. اتفاقا الان جو آمریکا جوری هم هست که هر کی این کارو بکنه تازه فکر کنن این مثلا حتما یه راستگرای افراطیه که داره. یعنی حتی کسای عادی هم که میگن من آمریکا رو دوست دارم الان بهش میگن تو ما حتما راستگرای افراطی هستی که میگی اینجوری حرف میزنی. یعنی مقدارم زیادی بد شده، عمری شده. اگه کسی میخواد من چیزی رو بخونم مثل قاسم اینجوری جمهوری بی خدایان رو تگ بکنید. حسین جواهری میگن طرفدار رو میدونست میتونه بیاد بالا. خب معلومه که میتونه بیاد بالا. من لینکو که تو لایف چت گذاشتم، مگه من لینکو تو لایف چت گذاشتم بعد بگم که مثلا اگه طرفدار امیدانه هستین روی این لینک نزنید؟ خب لینکو گذاشتم دیگه. اصلا من موندم چرا بعضی میپرسن من بیام بالا؟ خب من لینکو گذاشتم برای اینکه شما بیاین بالا دیگه. لینکو دوباره بذارم. خب کی اصلا کی من موندم کی... من کسایی که میگن من بیام بالا، من اصلا مگه گفتم کسی نیاد بالا؟ من همه رو دارم میگم هر کی میخواد بیاد بالا. یه بار دیگه لینک گذاشتم. حسین جواهری. ولی بذارید من حرفم تموم بشه بعد که حالا اگه لینک زدین اون پایین وایسین که من حرفم که تموم شد بعد میارمتون بالا. خب یه ذره با من صبر کنید اینو من تموم کنم. چیزی کم دم. یعنی یه ذره دیگه فقط مونده. این 3000 نفر، نزدیک به 3000 نفر آماری که مخالفین دولت آمریکا میدن دروغه. خوبه؟ این آمار رسمی خود دولت آمریکاست. این آمار رسمی خود دولت آمریکاست. خب. حرام لقمه. زنبلاغ دیدم اومدی بالا، یه دقیقه صبر کن تمام کنم میارمت بالا. سالی 1000 نفر پلیس آمریکا داره میکشه. خب. حتی برمیگرده میگه پلیس من عادت ندارم پلیس بیارم، من پلیس ایران میان میزنه میکشه. کل آمار کشتاری که پلیس ایران به اشتباه در خیابانی جایی شلی، اولا پلیس ایران که بزنن به تخته جرأت نداره کاری هم بکنه دیگه، فقط الان یه بخشی فقط داد و بیداد میکنه، اصلا اسلحه نمیکشه. کل آمار 43 سال گذشته ای که پلیس ایران با اسلحه شهروندان ایران کشته، آمار بگیریم شاید به 100 نفر نرسه، به 100 نفر نرسه. شما دارین قاسم من لینک از اول گذاشته بودم صحبت آمار سالی 1000 تا آمار رسمی تونه، یعنی پلیس وحشی آمریکا رو داری تطهیر میکنی؟ گفت شرفت بعد میگی من خبرنگار مستقلم، توهین بزرگ مستقلت خیلی تو حلقم. این آمار، این صفحه آمار رسمیه. مستقل معنیش بی‌طرف نیست، مستقل معنیش اینه که با کسی نیستم. خب خیلی جالبه، خیلی فکر میکنم مستقل معنیش اینه که مثلا طرف کسی نیستم. بعضی هم اتفاقا شما میتونین بی‌طرف نباشین، در حال بی‌طرف نبودن اشکال نداره، به شرط اینکه بی‌طرف نبودنتون رو شفاف بکنید. خب مثلا شما میتونید بگید من خبرنگارم ولی بیننده های من حواستون باشه که من مثلا چپی ام یا راستی ام یا ضد جمهوری اسلامی ام، با این انگیز، یعنی اینو این بی‌طرف نبودن منو من مونده. آخه مسیح علی نژاد بی‌طرف نبودنش که از همه واضح‌تره. خب یکی این، یعنی این چیزی نیست که مخفی کرده. مستقل بودن یعنی معنیش اینه که مثلا من با فلان، البته مسیح علی نژاد نمیدونم، با فلان حزب و فلان، یعنی خودم هرچی بخوام میگم. خب یعنی کسی مثلا نمیاد بگه که باید اینو بگی، باید اونو بگی. فکر کنم معنیش این باشه، یعنی یه نفر میتونه
مستقل باشه ولی بیطرف نباشه، یه نفر میتونه بیطرف باشه ولی مستقل نباشه، یعنی این دو تا چیز اینا با هم یکی نیستن. قربانیانی هستش که در آمریکا، تازه خیلی جالبه تو این آمار بخش قابل توجهشون هم سپید هستن، یعنی خارج از اون بحث اینکه بخوان سیاها رو بکشن یک بخش قابل توجه سپید هم باشه. تو همین چند سال گذشته تا جایی که من میدونم 5 ایرانی در ایالت‌های مختلف، ببینید در ایالت نیویورک شما، همین سال 2016 بود، نیویورک بود یا واشنگتن، الان حضور ذهن ندارم، یه پسر ایرانی رو پلیس کش، بی‌گناه تا 7 مردم ایران اونجا، ایرانیان و اعضای خانواده این که ایرانی بودن میرفتن جلوی کاخ سفید، تا جایی که یکی دو بار همون جایی ارگانی که براش کار میکنی صدای آمریکا مجبور شد به یک گزارشی اونجا بره، مثلا بگی که آقا یه چند تا ایرانی اینجا میان ناراحتن به خاطر که پسرشون رو پلیس کشته. میگه پلیس آمریکا، من دیگه فیلما رو نخواستم نشونت بدم. جوابای خوبی هم تو این چند روز بهت دادن. خب من آماری باید حرف بزنم دیگه، آی فیلم نشون بدم که پلیس آمریکا داره مثلا مردم رو میزنه فلان، اینا رو دیگه نشون ندم، آمار رسمی قربونت برم. من با آمار صحبت میکنم، با سند دارم حرف میزنم. حالا ادامه. خب ببین سند داری میدی بگو اینو از کجا گرفتی اخی، یک منبع، اسم منبع یه چیزی بیار، یه حرفا و هزیان. خب ببین میگه با آمار دارم صحبت میکنم، هر کسی که میتونه یه حرفی بزنه بعد بگه این آماره. خب من اینو میارم به شما نشون میدم. من موندم کسی که گفت طرفدارا میدانست این کی بود، چرا نیومد بالا؟ زنبلاغ رو میبینم منتظره که بیاد بالا، ولی این شخص رو من نمیبینم. من موندم خیلی ها میگن که چرا مثلا فلان این آدم رو نمیاری، اون آدم رو نمیاری، بعد ما که میگیم خب بیان، بعد دیگه نمیان. من ادبلاک دارم، این تبلیغی چرا نمیرتش؟ من ادبلاک اینستال کردم ولی این تبلیغ، این چیه؟ نه این که فقط فول سکرین رو برمیداره. عجب، خیلی مسخره است. خیلی خوب، ما یه ذره آمار با هم نگاه کنیم که با هم ببینیم این آمار رو من ببینم مال کجا بود. این آماری که من دارم اسم بیارم خودم، آمار آمریکاش، قسمت آمریکاش از چیزه، از داتابیس واشنگتن پسته. خب ببینید اصلا من خود وبسایت رو به شما میگم، World Population Review. خب World Population Review یک آماری که از کشور مختلف داره، منبعاش فرق داره. خب میتونید خودتون برید روی Killing by Law Enforcement Officers برید اینو بزنید. The data from the websites is... آره آها، خیلی جالبه. اتفاقا آماری که از دولت آمریکا، از آمریکا داره، اعتمادش خیلی بیشتر از آماریه که از ایران داره. یعنی اگه بریم بخونید، برای یک سال توی آمریکا رو زده حدود مال 2021 رو زده حدود 900 تا، مال ایران رو زده حدود 300 تا. خب حالا میدونم که آمار مال آمریکاش خیلی اعتمادش بیشتره تا مال آمار ایران. اتفاقا برای خود آمار ایرانش رو خودش هم نوشته low estimates, real figures is likely to be higher. یعنی میگه که اینا آماری که از ایران داره، اونا خود قابل اعتماد نیست و احتمال زیاد داره که آمارش بیشتر باشه. ولی خب ما با همین 300 تا کار میکنیم. خب ما میگیم به فرض، یعنی این حرف من نیست، این حرف خود منبعه. خب یعنی من نمیام مثل امیدوارم بگم که این 300 تا رو اشتباهه، حتما بیشتره، من نمیدونم، من برام بر اساس اعدادای کار میکنم که آمار میگه، این منابع میگه. خب حالا ما اینو میذاریم کنار، خود 300 تا رو بذارید نگاه کنیم. ایران رو نگفته که ببینید اینا تعداد کشته شده کسانی که توی سال 2021 و به دست پلیس کشته شده. خب ما بریم ایران رو نگاه کنیم. خب ایران 104. خب آمریکا رو هم نگاه کنیم، بیشتره. خب آمریکا 933. خب درسته، پس هم بگیم 1000 تا. خب
بگیم پس نه بگیم 900 توی آمریکا تو سال 2021 900 تا شخص 900 نفر از پلیس به دست پلیس کشته شدن، ولی تو ایران 300 نفر. خب من یه چیزی که به شما یاد میدم اینجا خیلی مهمه. خب این آیا معنیش اینه که آمریکا از ایران بدتره؟ بگین تو لایف چت. میدونین چه عددی رو ما باید توجه کنیم؟ آیا ما باید این 900 رو با این 300 مقایسه کنیم؟ نظر شما چیه؟ کون 300 کجاست؟ اینا آها اینا آها اینجاست. نگاه کنید. آیا ما باید این 900 رو با این 300 مقایسه کنیم؟ ببینم تو لایف چت کسی میگه که آره یا نه. دقیقاً آفرین نسبت به جمعیت دقیقاً سرانه مهمتر فکر کنم. دقیقاً جمعیت مهمه نسبت به جمعیت. دقیقاً آفرین همه تناسب عالی چقدر خوب. نه باید تعداد جمعیت هم در آره آفرین آره چقدر خوب. پس لفشت ما حالیشه. ببینید همه تون از امید دانا بهترین. همه تون از امید دانا مغزتون بهتر کار میکنه. خب ببینید ریت پر 10 میلیون یعنی تقسیم بر به ازای هر 10 میلیون نفر باید ببینیم چند نفر کشته میشن. خب ببینید جمعیت آمریکا 332 میلیونه، جمعیت ایران 85 میلیونه. خب یعنی 933 رو به ازای هر 10 میلیون باید ببینیم چند نفر کشته میشن. تو آمریکا 28 تو ایران 36. خب پس ایران از آمریکا بدتره. حالا من یه چیزی بگم، من یه اعترافی به شما میکنم، من انتظار داشتم آمریکا بدتر بشه. خب یعنی من اشتباه کردم، من قبل از اینکه بیام چک کنم من خودم فکر میکردم احتمال داره که آمریکا واقعا حتی بعد از نسبت به جمعیتش هم بدتر بشه. برای این اساس من فکر میکردم و این آمریکا یه مشکلی که داره و که خیلی مثل کسایی فکر میکنم ما کسایی که ضد جمهوری اسلامی هستیم همه چی آمریکا رو اینا رو دوست داریم. خب و کشور غربی هر کاری میکنن انگار ما رو دوست داریم. آمریکا یکی از بدترین کشور غربی هست به خاطر از لحاظ اینکه امنیت از کشورهای پیشرفته آمریکا یکی از بدترین کشورها هست از لحاظ امنیت، بخصوص به خاطر اینکه مسلح بودن اسلحه داشتن نه تنها آزاده، اصلا فرهنگ اسلحه داشتن تو ایران انقدر زیاد توی آمریکا انقدر هست که امنیت رو به شدت به نظر من برده پایین. یعنی من اصلا این علاقه آمریکایی‌ها رو به اسلحه رو البته میفهم از نظر تاریخی میدونم چرا اینطوری شده، ولی واقعا یکی از مسخره ترین و یکی از بدترین چیزهای آمریکا اینه که مردمش مخصوصا این راستی‌هاشون نمیدونم فقط مونده که یعنی عاشق اسلحه‌هاشون هستن. خب و انقدر اسلحه تو آمریکا زیاده بین خود مردمش که و استفاده از اسلحه انقدر رواج داره و خلافکارا هم و مجرمان هم انقدر راحت میتونن اسلحه دسترسی داشته باشن که نه تنها امنیت برای باعث عدم امنیت برای خود خیلی از آمریکایی‌ها شده، کارو برای پلیس آمریکا هم به شدت زیاد کرده. خب یعنی مثلا تو پلیس آمریکا برخلاف مثلا پلیس کانادا هر موقع یه نفر داره دستگیر میکنه یه پلیس آمریکایی همیشه تو پشت ذهنش هست که این امروز روزیه که این کسی که من دارم دستگیر میکنم یه اسلحه میکشه بیرون طرفم. خب یعنی پلیس آمریکا به شدت بیشتر احتمال رد و بدل تیر با کسایی داره که داره دستگیر میکنه و احتمال مثلا جنگ تفنگی با بین پلیس و کسایی که دارن دستگیر میشن تو آمریکا از کشورهای پیشرفته دیگه خیلی بیشتره. خب برای همین احتمال اینکه پلیس تفنگ خودش رو بکشه بیرون یا به درست یا به اشتباه توی آمریکا اینقدر زیاد هست. یعنی توی ایران مردم اکثر مردم مسلح نیستن. خب تو آمریکا خیلی بیشتر هستن و
برای این احتمال رد و بدل کردن تیر بین پلیس و مردم آمریکا، به نظر من به این نتیجه میرسیدم که اگه قرار بود حدس بزنم که این باعث میشه که توی آمریکا حداقل پلیس حتی بعد از حتی اگه سرانش هم نگاه کنی، به طور کل نگاه نکنی، فکر میکردم خب پس احتمالش هست که تو آمریکا تعداد کسایی که پلیس تیر میزنه و میکشه تو آمریکا حتی بعد حتی سرانش هم بیشتر از ایران باشه. ولی نه، من دیدم حتی با این شرایط تو آمریکا که مردم مسلح هستن، حتی تو این شرایط هم سرانش تو ایران بیشتره. خب سرانش تو ایران تو سال 2021 بیشتره. خب برای همین این آمار رو نگاه کنید. ببینیم، خیلی هم باید نشون میده که ببینید حدسایی که ما میزنیم، گمانایی که ما میزنیم، ببینید من حدسم چقدر اشتباه بود. خب حدس من خودم دارم اعتراف میکنم به شما که چقدر حدسم اشتباه بود که با این شرایطی که من از آمریکا فکر میکردم، حتی با اون هم آمریکا به ازای هر 10 میلیونش از ایران تعداد کسایی، من خیلی موندم چجوری تو ایران هنوز از آمریکا بیشتره با اینکه مردم اسلحه ندارن. یعنی دیگه یعنی چی؟ یعنی این همه شدت تیراندازی تو آمریکا که زیاده، هنوزم مردم بدون اسلحه، هنوزم دولت، هنوزم پلیس ایران بیشتر آدم میکشه به ازای هر 10 میلیون تو ایران تا آمریکا. خیلی عجیبه. خب من فقط خواستم اینو به شما نشون بدم، منبعهاش هم خودتون میخوام بریم ببینید. اتفاقا یه اینتراکتیو مپ هم داره که قشنگ میتونید رو هر کشور بزنید، مثلا کانادا رو نگاه کنید. اوه چقدر کانادا کمه. کانادا به ازای هر 10 میلیون 9. ببینید آمریکا چقدر بیشتره. آمریکا به ازای هر 10 میلیون 28 نفر کشته میشن برای و توی کانادا فقط بگیم 10. آمریکا 28، کانادا 10، ایران 36. ببین ایران یکی از بدترین هاست. ببینید شما میبینید قرمزا و آها بدترینش که الان واضحه توی نقشه چیزه، همون برزیله. و برزیل خیلی وحشتناکه، ولی ایران یکی از بدترین هاست. هند هم خیلی بده. آها نه، هند چرا؟ نه هند بد نیست. 12. برزیل 293. این کشورهای آمریکای جنوبی واقعا افتضاح. ونزوئلا رو نگاه کنید. اوه 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 خیلی خوب. ببین نگاه کنید. کانادا خوبه. کانادا 9. خب. فرانسه 4 فقط. انگلیس 0.1. انگلیس از 1 هم کمتره. من فکر کردم کانادا خیلی بهترینه. انگلیسی از 0.1 هم کمتره. چقدر عالی. آمریکا یعنی ببین نسبت به کشورهای پیشرفته، نسبت به کشورهای پیشرفته آمریکا فاجعه است. خب یعنی همه کشورهای پیشرفته رو نگاه کنین، همشون یا 10 هن یا 0.1 هن. استرالیا رو اگه نگاه بکنین اونم 1. آمریکا که 28، یعنی آمریکا تنها کشور پیشرفته ایه که عدداش شبیه کشورهای مثلا خاورمیانه یا آمریکای جنوبیه. یعنی آمریکا بر اساس اینکه کشور پیشرفته است، باید واقعا شرم داره برای آمریکا که عدداش مثلا نزدیک مثلا 28 تا ایناست. خب ایران 36، افغانستان 170، پاکستان 25. پاکستان از ایران کمتره، پاکستان از آمریکا هم کمتره. ولی بدترینش یکی از بدتریناش برزیل برزیل حتی از افغانستان هم بدتره، ولی بدترینش ونزوئلاست که 1632 به ازای هر 10 میلیون. 1632. اصلا ونزوئلا نرید. من الان وحشت برم داشت که برم اصلا ونزوئلا. وای